سلام، من فراز هستم و اینجا پرشین فورس و با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد زیباروی وحشی حزب نازی میگیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما هم با خبر بشید. ایرما گرسه تو سال 1923 میلادی در شهر مکلنبورگ آلمان به دنیا اومد. پدرش آدولف گرسه یک کارگر ساده ی شیرفروش و همکاری خانواده بود. تو سال 1938 میلادی ایرما تو 15 سالگی شاید به دلیل شرایط خانوادگی مدرسه رو ترک کرد. به خصوص که مادرش در سال 1936 میلادی به خاطر کشف خیانت و رابطه ی پدر ایرما با یه زن خودکشی کرده بود. ایرما تو کودکیش بسیار آروم و ساکت بود و در وقت مشاجره پا به فرار میذاشت و شجاعت دعوا کردن نداشت. بعد از ترک مدرسه 6 ماه تو مزرعه مشهور به کار شد. بعد از اون 2 سال تو بیمارستان کار کرد. زمان حضورش تو بیمارستان به حزب نازی پیوست. شاید به خاطر پدرش بود که تو سال 1937 میلادی به همون حزب پیوسته بود. بعد از اون که توی حزب نازی خودش رو نشون داد، به عنوان زندانبان در چند زندان به کار گرفته شد. بعد از زندانبانی رفتار اون تغییر کرد. رحم و عاطفه از وجود اون رفته بود. در کل به یه هیولای درنده تبدیل شد. زندانیا اسم اونو گذاشته بودن فرشته مرگ. ایرما پوتین‌های سیاه و بزرگی می‌پوشید و همیشه در کنار هفتیرش یه شلاق هم داشت. حالا اون به یه زندانبان مخوف تبدیل شده بود که زنان زندانی رو تا پای مرگ شکنجه می‌کرد و از این کار لذت می‌برد. اون سگ‌هاش رو گرسنه نگه می‌داشت و بعد اونها رو به سمت زنان زندانی آزاد می‌کرد. تو سال 1945 میلادی ایرما به اردوگاه نازیا منتقل شد. البته اون نمیدونست که این اردوگاه آخرین ایستگاه زندگیشه. تو اون سال متفقین موفق شدن آلمان نازی رو شکست بدن و نیروهای بریتانیایی وارد اردوگاه شدن و همه زندانبان‌ها رو از جمله ایرما گرسه رو دستگیر کردن. از میان 16 تا متهم فقط 3 نفر به دلیل اقدامات غیر انسانی به اعدام محکوم شدن که ایرما هم یکی از اونها بود. حکم اعدامش توی ژانویه 1945 میلادی اجرا شد. بنا به گفته یک افسر بریتانیایی مسئول اجرای حکم، او هیچ ترسی نداشت. تو شب اعدامش با صدای بلند ترانه‌های نازی می‌خوند. تو صبح روز اعدامش با آرامش به سمت دار رفت و در آخرین دقایق بر سر جلاد فریاد زد که زودتر طناب رو دور گردنش بپیچه. و این پایان داستان هیولای موبور نازی‌ها بود. شما نظرتون چیه؟ لطفاً نظراتتون رو در مورد این زیباروی وحشی حزب نازی پایین همین ویدیو برای ما به اشتراک بذارید. اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و ویدیوهامون حمایت کنید. تا برنامه بعد، خداحافظتون.